اتاقهایش را که خالی می کرد دلش خوش بود که وقتی مجبور نباشد رأس ساعت مشخصی برود سر کار و سر ساعت مشخصی برگردد، وقتی دیگر قبض آب و برقی نباشد که سر موعد بیاید، وقتی اجاره خانه‌ای نباشد که سر هر ماه بپردازد، دیگر پریده است بیرون از این قطاری که همینطور بیوقفه می رود و در هیچ ایستگاهی هم نمی ایستد. هنر و جادو بکنه، نمیگم کار من این کار میکنه، هدفم اینه که به این سمت برم. اگه آدم به دنبال این باشه، خب نوع کاری که میکنه اون موقع فرق میکنه، در واقع هستیش رو بر سر اون کار گذاشته طرف. این خیلی فرق داره که تو هستی تو بذاری در سر یک کار، با اینکه نه تو یک کاری بکنی برای اینکه اسمی در بکنی یا پولی در بیاری. اگر مکان را محل بودن و ماندن معنا کنیم، برای او شهر پاریس نامکانی بزرگ است. رضا قاسمی که در سال 1365 به این شهر مهاجرت کرد، تمام این نامکان بزرگ را گشته و تنها مکانی که یافته سیاره کوچکی میان کتاب‌ها و سیم‌ها و دیوارها روبروی این مونیتور است، جایی که می‌تواند دور از جهان اما نه بی ارتباط با آن جهانی تازه بیافریند که جوهر جهان واقع را شفاف و بی‌پرده به خوانندگانش بنمایاند. همین که بغص سپرتاسش را بر می داشت و می رفت سر کار، هلنا می نشست به بافتن شال. در شهری که زمستانش بهار بود و تابستانش جهنم، کاموا کجا پیدا می شد؟ آستین های چند تک بافتنی را که با خودش از اصفهان آورده بود و بی مصرف افتاده بود این همه سال، شکافته بود، نخها را گلوله کرده بود و نشسته بود به بافتن شال. به نیم متر که رسید دیگر نخی نمانده بود، شکافت و از نو بافت. اما مگر چقدر میشد شکافت و از نو بافت؟ حالا گره اول را نمی انداخت، در عوض ابتدا و انتهای نخ را به هم گره می زد. همینطور که از این طرف می بافت، از آن طرف نخهای بافت باز می شدند تا در چرخشی ابدی بدل شوند به یک شال نیم متری. متنی نوشته شده از دردهایی که به کلام در نمی آمد. لبها را به هم فشار می داد تا لبه میلها چق چق به هم بخورند و زبانی آفریده شود که کلماتش را هیچ زبانشناسی معنا نمی کند. حوادث، شخصیت‌ها و مفاهیمی که او از کودکی تا به حال با آنها برخورد کرده است، در داستان‌هایش با کلمات نقاشی می‌شوند، رنگ می‌گیرند و تجسم می‌یابند. رضا قاسمی در سال 1328 در بیمارستان مسیحیان اصفهان به دنیا آمد و کودکی و نوجوانی را در بندر ماهشهر گذراند. سفر برای او از همان کودکی آغاز شده بود و او سکون خود را در نوشتن می‌یافت. از 14 سالگی شروع به نوشتن کرد و در 18 سالگی نمایشنامه‌ای نوشت که در یکی از معتبرترین مجلات ادبی آن زمان، یعنی مجله ادبی خوشه، به سردبیری احمد شاملو به چاپ رسید. من داستان می‌نوشتم و یک نمایشنامه‌ای در اومد در انتظار گودو بکت. وقتی اینو خوندم خیلی خوشم اومد، گفتم این نویسنده مورد علاقه منه. اون کتاب باعث شد که من شروع کنم به نمایشنامه نوشتن. نوشتن نمایشنامه مسیر زندگی او را به سمت تئاتر و صحنه نمایش برد. او وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و به تحصیل در رشته تئاتر پرداخت. همانجا برای اولین بار کارگردانی تئاتر را تجربه کرد و پس از پایان تحصیلات به صورت حرفه‌ای وارد عرصه تئاتر شد. رضا قاسمی عضو کارگاه نمایش هم بود، جایی که هنرمندان را با جدیدترین فنون و تکنیک‌های روز تئاتر جهان آشنا می‌کرد.
روی تنت نشعه ایست، نگاهت نشعه ایست، نسیم گذرای گیسویت نشعه ایست. او تا سال 1365 که ایران را ترک کرد 8 نمایشنامه به روی صحنه برد که بیشتر آنها نوشته خودش بود. نمایشنامه هایی مثل نامه هایی بدون تاریخ از من به خانواده هم و بالعکس، معمای ماهیار معمار، ماهان کوشیار، چاه و اتاق تمشیت. گاهی اتفاقات زندگی را به سمتی میبرد که انتظارش نیست. در مورد رضا قاسمی و کشف استعدادش در موسیقی این گونه بود. یک بار در یک نمایشنامه بازی کردم، مال آرابان بود، ایرج انور که کارگردان ما بود یه فاگوت برد و گفتش که اینو تو مثلا تو اون صحنه شروع کن بزدن. گفتم از ساز باید میزن بزن. گفتم نمیخوام ساز بزنی، همین چند تا مثلا نوت ساده ازش توش بیرون بیار. تمرین که تموم شد به ایرج گفتم که ایرج میشه این سازو من امشب ببرم خونه مثلا یکم بیشتر بشناسمش اینا. گوشو ببرم مثلا نیست. بردم خونه و فردا که اومدم سر تمرین اون صحنه‌ای که باید میزدم شروع کردم یه ملودی میزدم باش. ایرج گفتش که تو موزیک کار کردی قبلا؟ نه. گفتم نه چطور؟ نه. گفتم تو الان داری ملودی میزنی با این؟ گفتم خب دیشب که بردم سعی کردم مثلا انواع صداها در بیارم، بعد صدایی که قشنگ بود سعی کردم یه جوری بهشون رفت بدم. گفت پسر تو استعداد داری، بیا برو ستار یاد بگیر. چون خودش ستار میزد احتمالا به این دلیلم کلمه ستار بر زبونش اومد. این طور شد که تصمیم به یادگیری ستار گرفت و خیلی زود کار موسیقی را به صورت حرفه‌ای آغاز کرد. نام او برای اولین بار به عنوان نوازنده و آهنگساز با آلبوم گل صدبرگ، یکی از موفق‌ترین آلبوم‌ها در زمینه موسیقی سنتی ایران، شناخته شد. رضا قاسمی به عنوان نوازنده و آهنگساز با شهرام ناظری و محمد رضا شجریان به روی صحنه رفته است. او چندین آلبوم از جمله آلبوم بداهه نوازی در اصفهان راست پنجگاه، سیاوش خانی، دشتی ماهور با صدای همانیک نام و 14 قطعه برای باز پریدن با صدای سپیده رئیس سادات منتشر کرده است. موسیقی
با این حال سال هاست فکر دنبال کردن موسیقی به صورت جدی را از سر بیرون کرده و ساخته های زیادی دارد که هیچگاه منتشر نکرده است. بر تن من شاد شدم دشمن من قصد کنی بر تن من شاد شدم دشمن من وانگه از این خسته شدم یا دل تو یا دل من یا دل تو یا دل من در سیستان من یک روستایی بلوش رو ملاقات کردم، یکی از آدمایی که اصلا به من فهموند هنر چیه این آدم بود که شاید 6 کلاس سوادم نداشت ولی شعر میگفت در حد مولوی، آهنگ میساخت و با ربابش میزد و میخوند و جادو میکرد. اونجا بود که من فهمیدم تفاوت ساز زدن با جادو کردن چیه. اونجا بود که من فهمیدم کار هنر سرگرم کردن نیست. همین سید خان نارویی در ده دوست محمد بود که من فهمون اگر میخوای ساز بزنی با چی کار بکنی با سازت. نمیخوام بگم من کردم ولی به من یاد داد تو کدوم مسیر برم. در این همه هوای تاریکی قطره ای نبود که ننوشم از ظلمت. سهم چراغ کجاست وقتی هنوز روز تکه ایست سهمناک از دیروز. نوشتن آرزوی پدرش بود اما از یک جایی سرنوشت او شد و همین نوشتن چتریست که حالا زیران پناه گرفته است. او زیر سایه این چتر خود را از بندهای بسیاری آزاد کرده است و با نگاهی عمیق و فیلسوفانه به اتفاقات و حوادثی که در مسیر زندگیش پیش آمده به خلق جهانی تازه می پردازد. در جشنواره هنری نزدیک دوردست در برلین توضیح داده است که چگونه و با چه اندیشه ای می نویسد. سواد نوی نگزید. Eben jene, in denen die Sonne ihre Klinge genau senkrecht auf den Scheitel herabfahren lässt. شما وارد یک ساختمونی میشید، خود این ساختمونی معماری داره، یک فضایی داره، یک سری آدم هم هست و یک سری قواعد. همه جور میشه حالا اون چیزی که در این ساختمان داره بیان کرد. وقتی یک خونه رو تخلیه میکنن، خونه رو کاملا تمیز میکنن و تغییر میدن حالا به ساختمونی یا دست بردن به خرید خرید. اما گاهی پیش میاد وقتی خونه رو خالی میکنن، اشیاء که لازم دارن میبرن و یه سری چیزا که به درشون نیمه پاره میمونه. یه تیپ ریش تراشی مصرف شده، یه عروستی که مثلا یه دستشم کنده شده، یه جارویی که دیگه از کار افتاده به در نیمه پاره. من دوست دارم با این اشکال باقی مونده روایت کنم تو این ساختان چه زندگی میگذشته. Ich mag mit diesem übrigen, mit diesen zurückgelassenen Gegenständen erzählen, تصور میشه که مفهوم گذشته چیزیست از جنس زمان، در حالی که به طرزی پارادوکسال گذشته از جنس مکان هم است، همچنین از جنس آدم ها و اشیاء. میگم که یک پدیده رو وقتی میشه تعریفش کرد که مرده باشه. تا وقتی که من در کشور خودم بودم و تا وقتی که هر کسی در کشور خودش هست، دائما برای ما امکان
بازدید مکانهای گذشته هست و امکان برخورد با آدمهای گذشته هست. این ملاقات با مکانهای گذشته، اشیای گذشته و آدمهای گذشته و این تجدید و خاطرات مدام باعث میشه گذشته دائم بازسازی بشه و در حال ما حضور پیدا کنه. برای کسی که از زمین خودش گنده شده، گذشته یک چیز مرده است. از اغلب چیزها من با خودم یک تصویر فرق دارم. حالا این تصویر به من امکان میده که این گذشته رو عنوان یک چیز مرده بهش خیره بشم. رضا قاسمی پس از اقامت در پاریس فعالیت در زمینه تئاتر را ناممکن دید و مدتی تنها به کار موسیقی پرداخت. اما باز ذوق نوشتن به سراغش آمد و اولین رمانش هم نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها را نوشت. این رمان در سال 1380 در ایران به چاپ رسید و برنده چند جایزه شد. همان سال به عنوان بهترین رمان جایزه ادبی منتقدان و نویسندگان مطبوعات را گرفت و چند سال بعد به عنوان بهترین رمان دهه گذشته برنده همین جایزه شد. همچنین برنده تندیس ویژه رمان تحسین شده از مهرگان ادب پکا و جایزه بهترین رمان سال از بنیاد گلشیری شد. پرداخت ماهرانه فضا و مضمونی وهم‌انگیز که به یمن شوخ طبعی و طنز راوی تحمل پذیر شده است، خلق شخصیت‌های باورپذیر و درخشان، کار خلاقه با زمان و گره زدن آن با کل ساختار، خلق لایه‌های متعدد بدون فدا کردن لایه روی و توفیق در بکارگیری نوترین شگرد‌های داستان نویسی جهان. با توجه به همین ویژگی‌ها داوران دومین دوره جایزه هوشنگ گلشیری رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها نوشته رضا قاسمی را بهترین رمان اول سال 1380 اعلام کرد. رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها به زبان فرانسه هم منتشر شده و علاوه بر نقدهای زیادی که به زبان فارسی بر آن نوشتند در نشریات فرانسه هم بارها مطرح شده است. از جمله ژرار مودال در نشریه لومون درباره این رمان نوشته: این در هم آمیختن رئالیسم اجتماعی با وهم، این هنر داستانگویی شگفت‌انگیز و جوشنده، از این متن که تأملی است درباره تبعید، قرابتی ترسناک می‌سازد. ازدواج غیرمنتظره داستان‌های هوفمان و افسانه‌های هزار و یک شب. بعد از همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها، رضا قاسمی چند رمان دیگر هم به چاپ رسانده است. رمان چاه بابل و وردی که بره‌ها می‌خوانند که هیچ کدام آنها در ایران اجازه انتشار پیدا نکرده است. او موقع نوشتن هیچ محدودیت موضوعی و کلامی برای افکارش قائل نمی‌شود و هر آنچه را که در آفرینش اثر هنری و بیان حقیقت مؤثر است می‌نویسد. داستان‌های او گاه چند خط داستانی دارد که همزمان با هم پیش می روند و گهگاه به عالم هم وارد می شوند. سبک او به گفتگوی می ماند میان حال با گذشته، میان کابوس و خیال با واقعیت. گفتگوی که نتیجه آن حقیقتی است درباره تاریخ و انسان. ببینید، من توی موسیقی اتفاقا به ریشه های موسیقی ایرانی خیلی وفادارم. در این حال که سعی میکنم کارهای تازه بکنم، ولی دائم توجه دارم که اصل این موسیقی چیه، قراره چه کار بکنه با ما وقتی میشنویم موسیقی ایرانی رو. به این خیلی توجه دارم و اگر قرار باشه هر کار تازه‌ای بکنم با توجه به این قضیه است. برعکس توی رمان اصلا کاری ندارم که دیگری چه کار کرده در رمان یا اصلا رمان به چه نیتی به وجود اومده. هر کار دلم میخواد میکنم، چون اولا در خود هنر مدرن این ظرفیت هست که دائم خود حتی خودش رو زیر سوال ببره، تکنیکاشو دستاوردهاشو زیر سوال ببره. تو میتونی اصلا زده رمان بنویسی، میتونی زده تئاتر بنویسی، میتونی زده سینما بسازی، ها همه کار میتونی بکنی به شرطی که آدم موفق بشه از پس کار بر بیاد به درستی.
حرفا که حرف تازه‌ای وجود نداره اگر آدم به مسائل اساسی بپردازه. قصد اینه که بتونین این مسائل رو حالا یه طور تازه‌ای تعریف کنی، این مهمه. و این طور تازه هم برای زور نمیزنم، در واقع جز طبیعتم شده. میدونی اینجوری بهت بگم، اگر قرار باشه مثلا من بیام شهر شما بگی میخوام شهر نشونت بدم، را بیفتیم بریم بگی میخوام ببرم مثلا فلان محله رو نشونت بدم، بعد بگم خب پیاده بریم قدم بزنیم هوا خوبه، بعد شما بگی خب از این ور باید بریم، پیش اومده برام، بعد اگه وسط را بگی نه اشتباه کردیم باید برگردیم از ور بریم، میگم نه من حوصله برگشتن ندارم، اگه میشه مثلا بریم، میگی خب میشه فقط باید یکم رامون دورتر میشه، میگم اب نداره. طبیعتم اینجوره، از رفتن راه‌های رفته بیزارم، دلم تازگی میخواد. من داشتم به بلاگ می نوشتم، گفتم که خب من که دارم هر شب اینجا چند خط می نویسم، بذار چیزایی که می نویسم رو یه چیزایی می نویسم به رو ربط پیدا بکنم. اینجوری شد که شروع کردم به نوشتن وبردی که بر راه ها می خوانند. دو سه تا ایده اولیه داشتم. قبلش یه بیمارستان رفته بودم، بعد یه حدی بودم که آدم تو بیمارستان که هست یه سری اتفاقات میفته که همونجا مربوط میشه، جالب خود اینا، ولی در اینها رو آدم چون همجور خوابیده و هیچ کار دیگه نداره هی دائم فکر میکنه و این رفت و برگشت ها به گذشته و حال جالب میتونه باشه برای نوشتن، برای رمان. مخصوصا که خب از توی همنوایی به این رسیده بودم که منی که اینجا هستم و نمیتونم از ایران بنویسم، میتونم یه شگرد شخصی داشته باشم. پرسوناژام در حال در اینجا زندگی میکنن ولی توی خواباشون کابوساشون برمیگردن به ایران، به گذشتهشون، به کودکیشون. اینجوری یه عالمه چیز. خب من از دوره کودکی ما از ایران میدونستم که اینا خیلی رومانسک بودن، خیلی میتونستن جالب باشن. اینجوری هم میتونم اونا رو تعریف کنم، هم اینجا رو تعریف کنم. یه ایده دیگه داشتم که اون خیلی بیشتر کمکم کرد و اونم این بود که من ستار سازی که میکردم گاهی وقتا خب از کله آدم میگذره دیگه، که مثلا اگر 40 تا بسازی، مثلا قدیما خب عدد 40 قدر عدد مقدسی بود و فلان، مثلا به خودم میگفتم که خب بعدم نبود اگه منم خرافاتی بودم اینجوری، شاید واقعا 40 ستاره مثلا خوبی میشه. خب هم شوخی که من با خودم کرده بودم مثلا در روز زندگی موقعی که ستار میساختم، این اینجا یهو فکرم ای اصلا این هیچ بد نیست، این اصلا یه آدمی بذارم که معتقده مطرحه که اگه 40 تا بسازه 40 میشه مثلا خوب میشه. خود این ایده به من گفت خب آها اصلا میتونه رمان 40 قسمت باشه، یعنی به نیت ساختن مثلا 40 تا ستار. اینجوری با 40 فصل میتونی راجع به چیز دیگه صحبت کنی ولی این حس رو بدی که هی داره ستارا ساخته میشه. خود این ایده خوبی بود، یعنی اینجوری حتی از اولش میتونستم پیش بینی کنم که من 40 شبه این کار تموم بشه. این طور بود که رضا قاسمی طی حدود 40 شب رمان 39 قسمتی وردی که بر رها می‌خوانند را روی اینترنت و زیر نگاه خوانندگان نوشت. رمانی که در 3 زمان و مکان مختلف می‌گذرد.
رمانی که گاه بازگو کننده ی تاریخ و فرهنگ گوشه ی سرزمین اوست و گاه آنقدر شعرگونه می شود که سرنوشت انسان مسافر در این تاریخ و فرهنگ را در جهانی معلق میان ازل و ابد بازگو می کند. او به تازگی رمانی بر روی شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته است، جایی که خوانندگان از گوشه و کنار جهان می توانند آن را در آن واحد بخوانند و درباره اش نظر بدهند. این بار سبک داستان با فضای اینترنت بیشتر جور است، تا جایی که بخش‌هایی از داستان تنها با یک عکس یا ویدیو بازگو می شود. آنچه که در این داستان با نوشته‌های دیگر او مشابهت دارد، حضور در لحظه، الهام‌گیری از اتفاقات زندگی روزمره و آمیختن آن با تخیلات و تکنیک‌های داستان سرایی است. من چه در تئاتر و چه در موسیقی و چه در رمان ها از عنصر تصادف خیلی استفاده می‌کنم. من وقتی دارم می‌نویسم، اگر مثل الان که یه ماشین آتش‌نشانی رد شد، اگر یه ماشین آتش‌نشانی از تو خیابون رد بشه، همون موقع تو کار من حتما یه آتش‌سوزی اتفاق میفته. عوالم مختلف هنرها و تکنیک‌هایی که آموخته گاه به هم نزدیک می‌شوند و گاه در سبک‌های متفاوت ظهور می‌کنند. جالب است که رمان‌های او با آهنگ‌هایی که می‌سازد هیچ شباهتی ندارند، بلکه ساختاری شبیه تر به موسیقی غربی دارند. من چون کارم موسیقی بود، طبیعتاً اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که خب من که موسیقی ایرانی بلدم، چرا استفاده نکنم توی رمانم؟ بعد متوجه شدم که این موسیقی اصلا به این عالم تعلق نداره. موسیقی ایرانی بر اساس شعر فارسیه و شعر فارسی هم اون حرف اصلیش روایت آفرینشه. خب این هیچ دخلی نداره به رمان که یه پدیده مدرنه. من فکر میکنم که اگر موسیقی کلاسیک غربی نبود، رمان هم به وجود نمیومد. یعنی فکر میکنم 3 اتفاق با هم میفته، یعنی 2 قبل از رمان میفته: پیدایش پرسپکتیو در نقاشی و پیدایش چند صدایی در موسیقی. این دوتا به گمان من خیلی تأثیر داشته روی ساختار رمان. یعنی پیدایش و حضور زمان و مکان در رمانس در واقع همون کاری رو میکنه که پیدایش و حضور پرسپکتیو در نقاشی کمک میکنه به نشون دادن واقعیت. در دنیای رمانس آدم ها آدم نیستن. شما سمک عیار رو میخونید، همینجوری راه میره، میگه گلوی غلام بگرفت و او را کشت. مثلا حالا میخواد وارد این قلعه بشه که مثلا خورشید چال نجات بده، سر راش 100 غلام خفه میکنه، ولی تو اصلا احساس نمیکنی این جنایت کرده. یعنی این قلعه، این در واقع اسمش غلامه، ولی عملا در حد یه مانع فرو کاسته میشه در رمانس. حالا من متوجه شدم که نمیتونم از موسیقی ایرانی استفاده کنم. اصلا اولا یک صداییه، ثانیا یک نفر فقط داره روایت میکنه، در حالی که من خیلی جا درست یک راوی دارم، ولی خیلی جا یهو این روایت تبدیل مثل اسباب صحنه چیده میشه، یهو اجرا میشه این روایت. نن دوشنبه گفت: میدانم برای چه آمدی. برگشتم و نگاه کردم به سگها که حالا سایه دیوار لمیده بودند و تند تند زبانشان را می ساییدند به ذرات هوا. دو لنگه در را گشود. بفرمایید. صدای قدقد مرغها همراه بوی کاهگل و پشکل به استقبال ما آمد. از تاریکی هشتی دسته ای مرغ و خروس پیش و پیش ما به راه افتادند، سمت آفتابی که افتاده بود وسط حیات. حرکت اوریب آنها از دو سو، دسته ای به راست دسته ای به چپ، انگار گشوده شدن دروازه ای بود نامرئی. پا نهادیم به آفتابی که پهن شده بود روی خاک حیات. مرغان آرام آرام از دو سو برگشتند به بستن دروازه. جلوی در اتاق نشیمن ننه دوشنبه گفت:
بفرما بنشین تا هندوانه بیاورم. آفتابی اوریب خطی زرد را از روی فرش لاکی کف اتاق می برد تا روی تاخچه که پر بود از عکس های مختلف جمعه و منعکس می شد توی نیمه چپ یکی از قاب ها طوری که انگار نیمه راست صورت متلاشی شده بود. محو تماشای عکس ها شدم. جمعه 16 ساله، جمعه 20 ساله، جمعه 25 ساله و جمعه 30 ساله. باید گردن می کشیدی و خم می شدی به سمت راست تا انعکاس آفتاب صورتش را متلاشی نکند و جمعه 40 ساله را ببینی. هندوانه ای هنهن کنان توی سینی قلی می خورد و روی دست های نن دوشنبه به پیش می آمد. دستش را که پایین آورد نگاه کردم به چهرهش، چقدر شکسته شده بود. سینی روی فرش فرود آمد و پیچ چشم های نن دوشنبه که معلوم نبود مرا یا کجا را نگاه می کرد گم شد توی اتاق. آن لبخند مهربان که پخش شده بود توی صورتش می گفت مرا نگاه می کرده. یادم آمد به روزی که نشسته بودند جلوی در حیات. خیلی برام مهمه که با کلمه، یعنی از هیچ چیزی بیافرین آدم. این خیلی جذابه توی رمان. امروز که خواستی من یه تیکای از رمانم رو بخونم، دیدی که من تیکه‌ای رو انتخاب کردم که اصلا قابل تبدیل شدن به تصویر سینمایی نیست. برای من ادبیات اونه. اصلا هر جا توی کارم به اون لحظات میرسم، اونجاست که من احساس لذت میکنم، احساس میکنم چیزی بالاخره آفریدم. چون اعتقاد دارم باید رمان برسه به این که چیزی رو بیان کنه که جور دیگه نمیشه بیانش کرد. نگاه می کردم به چپ که همینطور تا چشم کار می کرد بیابان بود و فقط در آن دور دست ها می شد دیواره فلزی سربی رنگ بی انتهایی را دید که کشیده شده بود سر تا سر افق و بعضی وقتها قطاری مقابل آن ایستاده بود. این قطار نشانه زندگی بود، اما نه این زندگی، زندگی های دیگری. نشانه بود که زندگی جای دیگری است و کار من همه این بود که این جای دیگر را در خیال بکشم.